سلام به شما عزیزان در هر کجا که هستید، ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. روزگار خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم روز خوبی رو حتی المقدور پشت سر گذاشته باشید. از واشنگتن آفتابی و بهاری با شما عزیزان خواهیم بود در ساعت پیش رو. میپردازیم به مهمترین خبرها و رویدادها در عرصه داخلی ایران و آنچه که مربوط به ایران و مردم ایران میشود در عرصه بین المللی. مهمترین خبرها همچنان پیامدهای تفاهم اتمی حکومت ایران و 5+1 است. این پیامدها در ایران چگونه است؟ اختلافات میان جناح‌های حکومت فقیه در این مورد بر سر چیست؟ چه ریشه هایی داره و چه مساله و منافعی پشت این اختلافات یا زمین ساز این اختلافات شده است؟ چرا آیت الله خامنه‌ای تاکنون درباره این تفاهمنامه سکوت کرده است؟ آیا او منتظر است تا نظرهای نهایی دو جناح اصلی حکومت را بشنود و سرانجام بر اساس مصالح روز سخن بگوید، مصالح روز سیاسی خود در میان حکومتیان؟ و در عرصه خارج از ایران در آمریکا در این زمینه چه گفته می شود؟ آنگونه که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است، تحریم‌ها علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی بلافاصله لغو نخواهد شد. نکته‌ای که در تهران تظاهر به آن شده است و گفته شده که تحریم‌ها یکجا و بلافاصله پس از توافق نهایی در ماه ژوئن لغو خواهد شد. و همچنین کنگره آمریکا تأکید می کند که تحریم هایی که توسط کنگره آمریکا علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی برقرار شده به سادگی لغو شدنی نیست. پرسش ها در این زمینه در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی و پیامدهای تفاهمنامه اخیر بسیار است. در این شماره از برنامه تفسیر خبر در میان میگذاریم با آقای جلال ایجادی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس و در فنلاند، با آقای محمد رضا حیدری، عضو کمپین سفارت سبز. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای ایجادی گرامی، با سلام به شما. درود بر شما و درود به همه بینندگان شما در ایران و خارج کشور. موفق باشید و با سپاس. و همینطور سلام به شما آقای حیدری عزیز. منم خدمت شما و جناب ایجادی سلام دارم، همچنین بینندگان برنامه‌تون در هر کجایی که هستن در خدمتتون هستم. آقای ایجادی، پیش از هر چیزی چرا این تفاهمنامه پیامدهاش اینقدر گاهی حتی متضاد هست؟ آیا علتش این هستش که ناروشن هست؟ متن انگلیسی این تفاهمنامه بسیار روشن هست و آنچه که خونده شد خانم موگرینی در لوزان خواند، اما اختلافات و روایات مختلف فارسی از این تفاهمنامه منتشر شده، از جمله روایت خود آقای محمد جواد ظریف در اعتراض ایشون به متن انگلیسی یا ترجمه شده اونجا صحبت‌های از این قبیل و حرفایی که زده شد بسیار متضاد با متن اصلی. چرا؟ بله، همونطور که ما در خبرها شنیده ایم این در واقع توافقنامه یک منشور عمومی هستش، یک اتوبان عمومی هستش که بر اساس همین منشور عمومی قرار بر این هستش که به نتایج دقیق‌تر تا ماه ژوئن در واقع برسند. ولی آنچه که در لحظه کنونی هستش من فکر می‌کنم که روی یک سری خطوط عمده که در واقع هم به نفع غرب هستش و هم تا یه حدودی به نفع جمهوری اسلامی هستش توافق‌های عمومی صورت گرفته، ولیکن این ریزکاری‌هاش و دقت دادن روی بندهای مختلفش از یک سو، از سوی دیگر بازیگری و در واقع کرشمه‌های جناح‌های مختلف و همچنین مسئله تناسب قوایی که وجود داره چه در ایران چه در آمریکا، همه این جنبه‌ها بیانگر این هستش که تفاسیر گوناگون از درون این تفاهم‌نامه عمومی بیرون میادش. ولیکن آنچه که مهم هستش من حسم بر این هستش جناب آقای چالنگی که این توافقنامه به از نظر من شاید نقطه نظر به اصطلاح خیلی عمومی در جامعه ایران و یا اپوزیسیون ایران نباشه و من فکر می‌کنم یک گام به اصطلاح به هر حال مثبت هستش. از چه زاویه ایران رو مطرح می‌کنم؟ از زاویه نگاه عمومیم نسبت به امر سیاست اتمی و هسته‌ای که من به عنوان طرفدار صلح در سطح جهانی و از جمله در هر نقطه از این جهان و از سوی دیگه به لحاظ مسائل حقوق بشری و زیانهایی که متوجه انسانها و محیط زیست هستش هر گونه به اصطلاح عاملی که کند بکنه، محدود بکنه این امر رو مورد فکر می‌کنم ارزیابی مثبت باید قرار بگیره. گویی که بلافاصله اضافه بکنم که به هر حال برای ایرانیان حرکت و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران یک برنامه به شدت در واقع غیر قابل قبول و در تناقض با عموم منافع مردم ایران بوده و جز یک برنامه‌ای که همراه خودش چه عدم شفافیت، سرکوب، سانسور و همچنین هزینه‌های بسیار سنگینی رو به دنبال خودش آورده باید تلقیش بکنیم. من به نظر من ارزیابی که کردم فقط از به اصطلاح بوشهر، به نظر من فقط به قول فقط من بوشهر رو دارم مطرح میکنم، بر اساس ارزیابی که کردم بیش از 80 میلیارد دلار از ابتدا تا لحظه کنونی هزینه برده فقط بوشهر و به تبع مجموعه برنامه‌های ایران، برنامه‌های اتمی ایران خیلی فراتر از این هزینه برداشته. امروز بنابراین برای جمهوری اسلامی ایران یک امر ناگزیر هست که به این نتیجه تا حدودی برسن به خاطر مجموعه مشکلات بودجه، مشکلات داخلی، فشارهای بین‌المللی که وجود داره و در ایران اگر تفسیرهای گوناگونی صورت بگیره یکی این هستش که به هر حال بخش عمده‌ای از خواست‌های غرب رو جمهوری اسلامی ایران پذیرفته و برای توضیح مجموعه این به اصطلاح عقب نشینی‌هایی که کرده در برابر جناح‌های اصولگرا و در برابر سپاه پاسداران و رهبری سپاه پاسداران مسئله خیلی آسان نیست و از اونجایی هم که در واقع ما می‌دونیم به هر حال تا اینجایی هم که پیش رفته با توجه و با حمایت‌های ضمنی ولایت فقیه بوده، یعنی آیت الله خامنه‌ای بوده و به هر حال اگر این حمایت نبود تا این لحظه کنونی هم نمیتونست پیش بره. بنابراین تفاصیل کما بیش باز هستش ولی هسته مرکزی همچه که اتفاق افتاد توافق هستش که بسیار به نفع غرب و تا یه حدودی به شکل محدود و مشروط هم برای ایران هستش، ولی نسبت به ادعاهای ابتدایی مجموعه نظام ایران که خواستار این بود که در به اصطلاح جناح قبر رو به شکست کامل بکشونه، در این امر به هیچ وجه موفق نبود و بنابراین تمامی زیگزاگ ها در جستجوی این هستش که بگویند ما پیروز هستیم، ولی که به هر حال ناظرین و کسانی که در این زمینه تحقیق کردن و مسائل تعقیب میکنن میدونن که آنچه که به اصطلاح تبلیغات رژیم مطرح میکنه، آنچه که اتفاق افتاده دقیقاً مطابق بر این امر نمیشه. آقای حیدری، همین پرسش رو از شما داریم و در جستجوی این پاسخ که پیش از هر چیزی دیپلماسی به هر حال بخشش ترفندهایی هست که تابعیت نمیکنه از حقیقت یا بازگویی حقیقت. حالا اینجا حقیقت رو آدم نمیگه در عرصه دیپلماتیک و دیپلماسی چنین هست متاسفانه. اما اینی که دیپلماسی یکسر دروغ باشه، آیا این یه نوع دیپلماسی است؟ حالا چه در هر جای جهان، چه در ایران، چه در آمریکا. در آمریکا یک کشورهای آزاد، اگر خب کسی دروغ بگه مطبوعات هستن، رسانه‌ها هستن، ابزار و ادوات دیگه‌ای هست برای اینکه پیگیری بشه و حقیقت بالاخره کشف و بیان بشه. در ایران اما خب متاسفانه چنین نیست. به نظر میرسه که ترجمه‌های مختلفی رو در تهران منتشر کردن. حرفایی رو آقای محمد جواد ظریف زده که واقعا در قطعنامه یا این تفاهم‌نامه نبود و وانمود کردن یک پیروزی، حالون که بحث بر سر پیروزی یا شکست نبود، اما اونچه که تعبیر شد عقب نشینی 180 درجه‌ای حکومت ایران بوده در مذاکرات اتمی. این رو از زبان آقای بعیدی نژاد هم میشه به نحوی متوجه شد، عضو شرکت کنند در مذاکرات. تفسیر شما رو میشتمیم آقای حیدری. خدمتتون عرض کنم که جناب چالنگی، دروغ در جمهوری اسلامی نهادینه شده. این مربوط به امروزشون نیست. در طول 30 سالی که جمهوری اسلامی از عمرش میگذره همواره به مردم ایران دروغ گفته و در پی هر اتفاقی که افتاده و در نهایت منجر به شکست و عقب نشینی مقامات جمهوری اسلامی از مواضع اولیه‌شون شده، اون رو به نوعی با عنوان پیروزی به مردم ایران با تبلیغات گسترده‌ای که در داخل کشور میکنن، از طریق بلندگوهای ائمه جمعه، از طریق رسانه‌هایی که در اختیار دارن، این مهم رو انجام میدن. کما اینکه در قضیه گروگانگیری همین عمل رو انجام دادن و شکست خودشون رو اینگونه توجیه کردن و به پیروزی در واقع آقای خمینی اون رو معرفی کرد و تحت انقلاب دوم و حتی در قضیه پایان جنگ و قطعنامه 598 نیز جمهوری اسلامی همین گونه عمل کرد، در حالتی که در حاله از بهت و ابهام همه در واقع نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به سر می بردن، قطعنامه رو قبول کردن و بعدا به عنوان پیروزی اون از اون نام بردن و هر کسی هم که می اومد و در این خصوص میخواست صحبت کنه عملا توسط جمهوری اسلامی ساکتش میکردن، عناصری که دارن برای این خصوص. و در رابطه با این تفاهمنامه و این بیانیه پایانی مذاکرات لوزان هم همین گونه است و عملا مشخصه که جمهوری اسلامی بر اساس توافقاتی که انجام دادن در هرم قدرتش به این نتیجه رسیدن که باید عقب نشینی های لازم انجام بدن، چون جمهوری اسلامی عملا پی به این نتیجه برده نمیتونه در 3 جبهه بجنگه که بخواد هم با در واقع 5+1 خودش رو درگیر کنه، هم بخواد در خارج از مرزهای خودش در بین کشورهای عربی درگیر باشه و از طرفی هم در داخل کشور با شورش گرسنگان و مردمی که به نوعی از این حکومت بریدن مواجه بشه. و لذا آقای خامنه‌ای و تیم ایشون به این نتیجه رسیدن که در سمت 5+1 در واقع با یک عقب نشینی تاکتیکی و استراتژیک این رو انجام بدن و عملاً توافق کنن و این قضیه اتمی رو به نوعی بخوان از کنارش بگذرن، کما اینکه در آینده این مهم رو میتونن دوباره پیگیری کنن و به اون نتایجی که میخوان مثل کره شمالی خواهند رسید. ولی عملا الان نیاز دارن به عقب نشینی برای اینکه بتونن این طرف در واقع کشورهای غربی رو ساکت کنن و بتونن اون مماشات لازم رو انجام بدن و از طرف دیگه بتونن مردم داخل کشور رو راحت‌تر سرکوب کنن. و در رابطه با اقدامات و ماجراجویی هایی هم که در عراق، سوریه، والگمن و برخی کشورهای دیگه هم دارن بتونن عملا با منابع مالی که تزریق میشه بهشون این موارد رو انجام بدن. و متاسفانه برخی از مردم داخل به این نوع مسائل، حالا من نمیدونم چگونه است که خوشحالی میکنن. همه ما شاید خوشحال بشیم از اینکه کشورمون دستخوش این گونه مسائل نشه، ولی عملا جمهوری اسلامی از این موارد استفاده به نفع خودش میکنه و این موارد رو طوری القا میکنه که مردم ایران با این جریانات در واقع ناآشنا هستند، در صورتی که از این منابعی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و این توافقی که اگر تا 11 تیر انجام بشه و جمهوری اسلامی از این مسئله بتونه به قول خودش پیروزمندانه بیرون بیاد، فقط برای رفع اون مواردیه که عملا الان درگیر شده باهاش و نیاز به منابع مالی داره برای نیروهایی که در سوریه، عراق و حتی در یمن الان درگیر هستن. و ما میبینیم که این مورد باعث شده که آقای خامنه‌ای به این نتیجه برسه برای حفظ بقای نظام و رژیم خودش این عقب نشینی رو انجام بده. شما این نکته رو اشاره کردین، منظورتون این هستش که جمهوری اسلامی این عقب نشینی رو دست زده، به این عقب نشینی دست زده، اینکه اما بعداً به تلاش‌های خودش ادامه میده برای دست یافتن به بمب اتم. بله، چون جمهوری اسلامی با میلیاردها دلار پولی که هزینه کرده و زیرساختهایی که تهیه کرده و در واقع به دنبال اینه که در آینده حتی اگر این قضیه الان هم منتفی بشه، در آینده بتونه چنانچه اراده کنه به خواست خودش برسه و عملا در مقابل کشورهای عربی سنی و حتی پاکستان که همسایه ایران هست، ایران هم بتونه از این زیرساخت‌های اتمی استفاده کنه و کما اینکه مثل کره شمالی عملا جامعه جهانی رو در مقابل عمل انجام شده قرار بده و این مطلب رو داشته باشه برای اینکه در ادامه حیات خودش ازش استفاده کنه. خب چطور خواهد تونست وقتی که این بار غرب 5 به اضافه 1 تجربه داره از عملیات مخفی جمهوری اسلامی پیشتر و به اصطلاح مکانیزم نظارت بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی رو در حتی این تفاهمنامه بهش اشاره شده، البته جزئیاتش بیرون نیامده ولی ظاهرا بسیار سخت و محکم خواهد بود، مثل دفعات قبل نخواهد بود. چطور قادر خواهد شد؟ خب کشورهای غربی عملا میخوان مطالبی رو تهیه کنن در این توافقنامه که بتونن به بازرسی هایی که لازم هست برای این قضیه دست پیدا کنن، اما همگان خواهند دید که جمهوری اسلامی اجازه بازدید از مراکز نظامیش رو کما اینکه تا حالا هم نداده نخواهد داد و کشور ایران وسعتش به قدری هستش که میتونن جاهای مختلفی برای توسعه این برنامهشون استفاده کنن. امروز همونطوری که در ابتدای صحبتم خدمتتون گفتم، جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده که نمیتونه در 3 جبهه بجنگه و نمیتونه مبارزه کنه، لذا مجبوره که حداقل در قسمت 5 به علاوه 1 و کشورهای غربی و آمریکا این عقب نشینی رو انجام بده تا بتونه در جبهه‌های دیگه عملا کار خودش رو پیش ببره، به خصوص در داخل کشور بتونه مردم رو راحت تر سرکوب کنه و همچنین در ماجراجویی هایی که در کشورهای اطراف انجام داره میده بتونه دست بالا را داشته باشه. و این پروژه اتمی هم عملا همون گونه که برخی از کارشناسان میگن با زیرساخت هایی که باقی میمونه و جمهوری اسلامی اونها رو نگه میداره میتونه این پروژهش رو عملا انجام بده. حالا یک نکته‌ای که درباره این تفاهمنامه هست که هنوز به توافقنامه تبدیل نشده، توافقنامه اجرایی، این هستش که جزئیات این توافق چه خواهد بود، جزئیاتی که هم تا این لحظه در طرف ایران مسکوت مونده و هم در این طرف 5 به اضافه 1 این جزئیات همین تفاهمنامه هم هنوز به طور دقیق منتشر نشده. اما نکته این هستش آقای ایجادی، چجور میشه در یک جامعه‌ای، اون هم مثل جامعه ایران که به هر حال اگر واقعیت نداشته باشه دست کم این ادعا وجود داره که جامعه با درصد بسیار بسیار آگاهی هستش، نسبت درصد بسیار بالایی هست نسبت به آگاهی در مورد اخبار، اطلاعات و هر چی که هست، چطور میشه در یه همچین جامعه‌ای آنچه رو که به ظاهر شکست هست و در اصل شکست بیان و به عنوان پیروزی قلمداد بکنه؟ نمونه‌هاش آقای حیدری اشاره کرد. بله ببینید، یک اصل اساسی هستش که خیلی از افراد مترقی و آگاه ایران بهش اطلاع دارن که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه نمیشه اعتماد کرد، چرا که این نظام بر پایه منافع تعیین نظرانه گروهی، طبقاتی و اقتصادی ایدئولوژی خود پیوسته و پیوسته در صدد در واقع پخش اکاذیب، دروغ و برای استمرار حکومت خودش احتیاج داره که افراد رو در ناآگاهی و ندانستنها قرار بده پیوسته، و ما هیچ وقت هیچ گونه اعتمادی به این نظام نمیتونیم داشته باشیم. این رو از زاویه ایدئولوژیک و صرف شعاری به هیچ وجه نیست، این رو بر پایه تحلیل از 35 سال حکومت ولایت فقیهی شیعه ایران این رو دیگه باید مطرح کردش. بنابراین این بس به اصطلاح یک اصل اساسی هستش. مسئله دوم این هستش که چگونه در یک جامعه مانند ایران شکست رو به شکل در واقع یک پیروزی میشه نشون داد. شما در نظر داشته باشید که حدود 35 سال تا به امروز در تمامی نشریات، رادیو، تلویزیون ایران و دستگاه‌های رسمی در ایران هیچ کسی جرأت نداشت و حق نداشت در ارتباط با سیاست هسته‌ای ایران و اختلاف نظرهایی که میتونه وجود داشته باشه و مخالفت‌هایی که میتونه به این امر وجود داشته باشه ابراز نظر بکنه. بنابراین یک سیستم، یک خط عمومی سانسور در تمام زمینه‌ها غالب و حاکم بوده، جز در اینجا اونجا که به اصطلاح به شکل خیلی خیلی نادر بیانی میشد که به نحوی از جانب خود برخی به اصطلاح جناح‌های مخالف دولت رسمی، ولی در واقعیت امر جامعه ایران در کاملا یک شرایط تاریک و غیر شفافی قرار گرفته بود، و بنابراین خیلی طبیعی هستش که علیرغم اینکه این بسته، محیط بسته بود، سیستم ها بسته بود، ولی خوشبختانه سیستم های جهانی، ارتباطات جهانی، روزنامه ها و رادیوهایی و یا تلویزیون های مانند بسیار رسانه شما پیوسته و پیوسته اخبار رو به ایران انتشار میداده و خبر و تبادل نظر در این زمینه وجود داشته، و مردم ایران هم به لحاظ دانایی های عقل سلیمی که در واقع به هر حال دارن، حداقل بخشی از جامعه ایران نسبت به این حساسیت داشته، و من بارها از طریق به اصطلاح گزارش ها و یا به اصطلاح مقالاتی که نتیجه تحقیقات مستقیمی در ایران بود متوجه این بودم که حداقل بر بخشی از افراد شهری ایران شدیداً مخالف هستش، و این که میگفتن که به اصطلاح مسئله هسته‌ای حق مسلم ماست، اونها مسئله حق مسلم رو به عنوان حق آزادی قرار میدادن، حق حقوق مردم قرار میدادن، و برابر این به این صورتی که رژیم مطرح میکرد در دام تبلیغات رژیم نیفتادن. و امروز هم رژیم با توجه به نوعی به اصطلاح این مکانیزم ایدئولوژیکی که داره و سیستم های استبدادی پیوسته از یک حربه ایدئولوژیک تبلیغاتی استفاده میکنن و در کنارش هم کماکان جنبه های استبداد رو و سرکوب رو به پیش میبرن. اگر هم امروز رژیم ایران در صدد این هست که به اصطلاح شکست رو پیروزی کامل خودش و به خصوص خط خودش نشان بده، این در واقع یک به تلاش‌های به قول معروف مذبوحانی هستش. ببینید شما در نظر بگیرید یک واقعیتی هستش که به اصطلاح تعداد سانتریفوژهای ایران حدود مثلا 19000 سانتریفوژ هستش. بر اساس قراردادهایی که در حال به اصطلاح صحبت شده و منشور عمومیش بیرون آمده، ایران حدود 6000 سانتریفوژ میتونه داشته باشه که باز بر اساس به اصطلاح اطلاعات دقیق‌تر حدود 1000 باید کنار گذاشت، بیش از 5000 تا از این سانتریفوژها میتونه دارای فعالیت باشه، و برابری این هم جز از اون تکنولوژی های بالا برخوردار نیستن. حالا دولت ایرانیه که جامعه بین‌المللی بالاخره حق ما رو در زمینه مسائل در واقع اورانیوم و غنیسازی اورانیوم، این حق رو به رسمیت نشناخته شده. به نحوی میشه گفتش که در این جنبه یک جلوه‌ای از این واقعیتی کنونی وجود داره، ولی در سیاست به اصطلاح خود حکومت اسلامی وقتی که این ریزه کاری رو نمیگه، در جستجوی فریب بیشتری هستش. و ما میدونیم که در استراتژی غرب و اینها بارها در به اصطلاح روزنامه‌های فرانسوی مورد بحث قرار دادن که مسئله در واقع داشتن سانتریفوژها بعد از یه دوره در واقع اینها از کار خودشون، از کاربری خودشون خارج خواهند شد و ایران در واقع به شکل بسیار بسیار مشکلتری میتونه غنیسازی رو انجام بده، غنیسازی که فراتر از اون 100% هم نه. بنابراین تلاش رژیم تلاشی است برای دروغ، ولی واقعیت‌های در داخل ایران بیش از پیش روشن خواهد شد، به خصوص تلاش جامعه بین‌المللی و مجموعه روزنامه‌نگاران و به هر حال افراد آگاهی که در این زمینه اخبار رو میرسونند. آقای حیدری، تا این لحظه آقای خامنه‌ای به صراحت در این مورد چیزی نگفت. فراموش شدنی نیست که ایشون خطوط قرمزی رو ترسیم میکردن که یکی از اونها نیومدن پایین تر از 19000 سانتریفیوژ بود، یکی دیگه از اینها برداشتن یک جا و کامل تحریم ها بود بلافاصله پس از توافق و موارد دیگه، و یکی هم توافق بود به طور کلی توافقات انجام بشه دیگه، وارد جزئیات رو به این شکل نشه یا هر چی که هست. خطوط قرمز ایشون وضع کرده بود، اما تفاهم نامه کاملا این خطوط قرمز رو ضربدر روش کشید. خطوط قرمز ولی فقیه رو در تهران ضربدر روش کشید. تا الان هم ساکت هست. خیلی برای نظر اصلا گذاشته آقای خامنه‌ای که همه دادقالا بشه، ببینه کدوم وزنه سنگین‌تره، بعد وارد صحنه بشه طرف اون وزنه رو بگیره. از جمله لاریجانی رو فرستادن جلو که به نمایندگی از ایشون یه صحبتایی بکنه موافق با این تفاهم نامه و بعد ایشون ظاهر بشه. نظر شما چیه؟ تفسیر شما چیه؟ شما پشت این پرده فقاهت چی می‌بینید؟ حکومت فقیه. آقای خامنه‌ای معمولا در این گونه موارد سعی میکنه که اول سبک سنگین کنه نقطه نظراتی رو که در داخل ایران مطرح میشه و عناصری رو که داره توی صحنه وارد میکنه، مثل برادران لاریجانی، برخی از عناصر سپاه و اینها در واقع نکاتی رو که توی این تفاهم نامه به نوعی آقای ظریفش اشاره کرده رو اومدن و به عنوان نکات مثبت در نظر گرفتن و برخی از عناصر تندرو هم که وابسته به جناح پایداری و عناصری هستند که تا این امروز عملا با هر گونه مذاکره‌ای مشکل داشتن، خب اونام صحبت خودشونو دارن انجام میدن. اما آنچه مهمه اینه که آقای خامنه‌ای همون گونه که آقای ظریف گفت، بدون اینکه ایشون نظر بده آقای ظریف هیچ گونه کاری رو انجام نداده، یعنی با توافق آقای خامنه‌ای بند این تفاهم نامه رو پیش بردن و با آقای خامنه‌ای گزارش داده شده و آقای خامنه‌ای بعد از اینکه تایید کرده، آقای ظریف و همکارانش در واقع اومدن و در اون کنفرانس مطبوعاتی به همراه بقیه مقاماتی که از 5 به علاوه 1 شرکت داشتن حضور پیدا کرد و اون مطلب رو ارائه داد. و الان که در واقع ما می‌بینیم که آقای ظریف حتی در کمیسیون سیاست خارجی مجلس حضور پیدا کرده، قسم میخوره که تمام این نکات رو با نظر خود آقای خامنه‌ای پیش برده و همونجوری هم که قبلا در خدمتتون گفتم و من با دوستانم از ایران روی این مسئله صحبت کردیم، نکته بسیار مهم قضیه درگیری‌هایی که جمهوری اسلامی در منطقه داره پیدا میکنه. همین فردا در واقع آقای ظریف قراره به پاکستان سفر کنه و در نتیجه مشکلاتی که با کشورهای عربی دارن پیدا میکنن به خاطر دخالت‌هایی که در اونجا دارن انجام میدن، به خصوص در یمن و همچنین در عراق و سوریه، نکاتی هستش که آقای خامنه‌ای مجاب شده که این بره قضیه رو به نوعی با یک تفاهم یا یک توافقی که به نوعی دارن انجام میدن ساکت کنه تا بتونه عملا فضا رو برای اقدامات بعدی خودشون مهیا کنن و همچنین در داخل کشور هم با شرایطی که به وجود اومده بود و عملا مردم به سمت نارضایتی دارن پیش میرن و نگران از شرایط موجود هستن، با دادن یک شوک اینچنینی که توافقی داره انجام میده و امکان داره وضع مردم بهتر بشه و شرایط اقتصادی بهتر بشه، بتونن داخل کشور رو هم کنترل کنن. نکته‌ای که آقای آقای خامنه‌ای و دوستانشون با زیرکی خاص دارن به جلو میبرن و میطلبه همونجوری که در واقع مهمان دیگر برنامه‌ام عنوان کرد، رسانه‌ها و اونهایی که صاحب تریبون هستن این نکات رو برای مردم باز کنن تا مردم ایران متوجه بشن، مثل قضایای دیگری که جمهوری اسلامی شکست خودش تحت عنوان پیروزی کرده از این وضعیت خارج بشن و بتونن در واقع مسائل رو درست بررسی کنن و درست تحلیل کنن و متوجه باشن که جمهوری اسلامی برای رفاه مردم و آینده مردم هیچ قدمی رو بر نخواهد داشت و آن حرکاتی هم که داره انجام میده فقط برای توسعه و بسط نفوذ خودش در منطقه است. آقای حیدری، به این ترتیب از حرف شما میشه استنباط کرد که تحریم‌ها هیچ اثری نداشته در کشوندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره و سرانجام امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای، چون اشاره کردید به درگیری‌های جمهوری اسلامی در منطقه. تحریم‌ها چرا اثر خودش رو گذاشته و اگر این تحریم‌ها نبود شاید تا به امروز جمهوری اسلامی به خواست خودش رسیده بود. تحریم‌ها و فشاری که در واقع کشورهای غربی به جمهوری اسلامی وارد کردن مجبور کردن آقای خامنه‌ای و تیم ایشون رو که یک همچین نرمش قهرمانانه‌ای رو انجام بدن و الان هم همون جوری که گفتم جمهوری اسلامی نمیتونه با عدم قبول این توافق باعث بشه که فشارها مضاعف‌تر بشن، ضمن اینکه در جبهه‌های دیگه هم درگیره. پس بنابراین به این نتیجه رسیدم برای حفظ نظام باید یک همچین نرمش قهرمانانه و یک همچین عقب نشینی انجام بده و با شناختی که از مردم ایران هم دارن در داخل این رو به عنوان پیروزی دارن به مردم در واقع میقبولن. مردم، همه مردم. بله. یعنی همه مردم اون چیزی که حکومت میگه باور میکنه. همه مردم که خب قاعدتا ما ایرانیانی که در خارج هستیم و به فضاهای آزاد اینترنتی و رسانه‌ها در دست هستیم میتونیم با مقایسه آن چیزی که آقای ظریف میگه و آن چیزی که مقامات غربی گفتن تشخیص بدیم که در واقع درست و غلط قضیه کجاست. اما در داخل کشور متاسفانه چنان بلایی بر سر مردم آوردن و فضاها رو به نوعی محدود کردن که اکثریت مردم ایران نمیتونن اخبار درست رو دریافت کنن و با همین شایعاتی که جمهوری اسلامی داره تزریق میکنه که با این توافق وضع اقتصادی مردم بهتر میشه و رفاه برای مردم میاره، باعث شده که گروهی رو به دنبال خودش حرکت بده. بله، پس گروهی است. بله. آقای ایجادی گرامی، ببینید برخی به این نکته اشاره میکنن که روحانیت شیعه که در ایران حاکمه از آیت الله خامنه‌ای تا بقیه که در سمت‌های کلیدی هستند، هیچ نوع خدمتی به تکنولوژی بشری نکرد. تکنولوژی که مورد نیاز انسان هست در قرن گذشته، امروز و آینده. حتی آنچه که مربوط به خود روحانیت میشه، حتی الان در ایران آفتابه‌های استفاده میشه که ساخت چین هست. یعنی علمای اعلام در قوم از ساختن یک آفتابه‌ای که محتاج نباشیم از چین وارد بکنن که رکن رکنی هست در برخی از مباحث فقهی بین علمای اعلام و حتی روحانیون حکومتی و گاه در مجلس خدمتی یا اثری نمی‌بینیم در اینجا. آیا چنین کسانی به دنبال بمب اتمی و استفاده از انرژی اتمی که به هیچ وجه از اون سر در نمیارن نشون داده شده، به خودی خود شک برانگیز نیست برای جامعه جهانی که حکومتی که نتونسته حتی هوای سالم تامین کنه، یعنی مانع از آلودگی هوا بشه، حکومتی که بیش از 2 میلیون کودکش در زیر سلطه‌اش در خیابون‌ها می‌خوابن، حکومتی که این وقیه رو مردم بهتر می‌دونن، چطور می‌خواد دنبال بمب استفاده از انرژی هسته‌ای است؟ شک برانگیز نیست از نظر شما و جامعه؟ بله، سال بسیار جالبی هستش. ما توجه داشته باشیم که در گذشته هم اگر بیاندازیم به الگوی شوروی، اونجا هم در واقع یک رژیم توتالیتر شدیداً استبدادگرا وجود داشت و هم و غم خودش رو اساساً در زمینه مسائل به اصطلاح نظامی، تصریحات و همچنین در رقابتی که با دنیای غرب آمریکا داشت در زمینه مسائل اتمی قرار داده بود. و یا نمونه دیگرش رو در مورد کره شمالی در نظر بگیریم، یک کشوری که شدیداً در وضعیت بدبختی قرار داره، نه آزادی هستش، نه نان هستش، نه به اصطلاح فضای سالم در زمینه اجتماعی و محیط زیستی وجود داره. در این کشور مشتی از افراد دیکتاتورمنش و دیوانه‌منش بر رأس قدرت هستند، ولی به هر حال کشور یک کشور دارای بمب بر اساس گزارشاتی که در زمینه تعداد بمب‌ها هستش 9 بمب اتم در به اصطلاح کره شمالی در اختیار داره. در ارتباط با ایران هم، ایران در دوران جمهوری اسلامی ما دو جنبه رو باید کماکان از هم تفکیک بکنیم. یک طرف اون پتانسیل و توان فکری، توان فنی که در دل جامعه وجود داره، در دانشمندان ایرانی، در تکنیسیان‌های ایرانی، در دانشجویان ایرانی، در نهادهای دانشگاهی ایران وجود داره و این خیلی بارز و برجسته هستش و متاسفانه به لحاظ مجموعه شرایط سانسوری در ایران بخشی از این مغزها از جامعه ایران رفتن و کماکان این فرار مغزها، فرار دانشجویان به سمت کشورهای دیگه ادامه داره. متاسفانه سالانه 150,000 نفر ایران رو ترک میکنن و بخش مهمی از اینها افرادی هستند که دارای پتانسیل و کیفیت فنی، فکری و مهندسی بالا هستند. آنچه که مربوط به رژیم ایران هستش، رژیم یک رژیم شدیداً ایدئولوژیک شیعه هستش. آنچه که برای این رژیم اهمیت داره منافع بلافاصله‌اش هستش، نگه داشتن خودش در قدرت هستش و تبدیل خودش به یک قدرت شیعه منطقه‌ای در برابر عربستان، در برابر ترکیه و به عنوان یک رفرانس در کل جهان مسلمان و مقابل جویش به دنبال این مسئله با اسرائیل و یا به اصطلاح با غرب باشه. ولی آنچه که برای رژیم مهم هستش، اونها به هر حال تا به این روز اون رشته از صنایعی رو که بهشون مستقیما خدمت میکنه میتونن رشد بدن و دادن. یعنی شما اگر مقایسه بکنید میزان تجهیزات اتمی که در 35 سال پیش بود و امروز، به هر حال حدود گفته میشه 100 مرکز کوچک و بزرگ به نحوی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، اینها در ایران رشد دادن. به چه خاطر؟ به خاطری که یک، پول فراوان بود، بخش مهمی از بودجه های مملکت رو در این سمت بردن. مسئله این هستش که این در خدمت منافع گروهی و طبقاتی اینها و مشخصا فساد عظیمی که مجموعه این برنامه‌های به اصطلاح هسته‌ای با خودش به وجود آورده بود به اینها اجازه میداد که بیش از گذشته به منافع و کیسه های گر و گشاد خودشون بپردازن. بنابراین این واقعیتی هستش که تونس رشد بده، ولی در همون زمان کشوری که با این پتانسیل وجود داره، از اونجایی که سیاست صحیحی نیست در زمینه به فرض در نظر بگیرید مسائل مربوط به بیولوژی، در زمینه مسائل فیزیکی، در زمینه مسائل محیط زیستی، در زمینه مسائل اقتصاد آبی، اقتصاد کشاورزی و مجموعه نهادهای اقتصادی، شرکت‌های کوچک و متوسط که احتیاج به سرمایه دارن، احتیاج به تحقیقات دارن، احتیاج به اصطلاح روابط با بین‌الملل دارن، همه این زمینه‌ها محدود شد، مسدود شد، کارشکنی در کارشون انجام گرفت و اجازه نداد که یک به اصطلاح سیستم اقتصادی متعادل و شکوفایی به وجود بیاد که بتونه به رقابت‌های برجسته‌ای در بین شاخه‌های مختلف اقتصادی و همچنین در سطح منطقه و در سطح جهانی ایفا بکنه. شما در نظر داشته باشید یک کشوری مانند چین که 30 سال پیش یک کشور نیمه مستعمره و یا بسیار، البته در زمان قبل از انقلاب، ولی بسیار عقب افتاده بود در دوران ما در طی 30 سال به یکی از برجسته ترین اقتصادهای جهان و گفته میشه امروز به دومین اقتصاد جهان تبدیل میشه و این نتیجه چیست؟ به این خاطر نیست که در این کشور تعداد جمعیت زیاد هستش، بلکه به این خاطر هستش که نوع سیاست میتونه جهت در واقع شکوفایی یک صنعت، یک تکنولوژی و کل منافع اقتصادی یک مملکت عمل بکنه. حالا که سیاست جمهوری اسلامی تخریب کشاورزی ایران رو داشته، تضعیف و تخریب صنایع گوناگون رو داشته، ولی رشد صنایع در واقع تکنولوژیکی مربوط به اتم رشد داشته و به تبع جهان و به اصطلاح مجموعه محافل بین‌المللی برای این هم آگاه هستن و کسی که حداقل هوش سیاسی رو داره میتونه بفهمه که این مجموعه اقدامات رژیم و سرمایه‌گذاری‌های کلان فقط در ارتباط با انرژی‌های به اصطلاح مصرفی برای اقتصاد نیست، تولید به اصطلاح برق نیست، بلکه حرکت اصلی رژیم در راستای منافع نظامی و کشف بمب شیعه بوده است و امروز با دستاندازهایی که به وجود آمده دولت جمهوری اسلامی کل سیستم در برابر این فشارها کوتاه میادش بدون اینکه اون هدف با واقعی و ایدئولوژی خودشو در واقع فراموش بکنه و این هم به قیمت مشکلات بسیار گسترده در ایران، یعنی مسئله بیکاری، مسئله تورم، مسائل عقب‌ماندگی‌های اقتصادی غیر و ذالک تمام شده است. پس این سیاست یک سیاست بسیار ویرانگر برای جامعه ایران و مجموعی قشرهای جامعه و حربه‌ای بوده برای سرکوب بیشتر و برای جلوگیری کردن از ابراز نظر حداقلی که میشه در این مملکت داشت. پی میگیریم. تفسیر خبر رو اشاره کردم به چین. بله قبلا هم گفتم یکی از اقلام صادراتی چین به ایران میدونید همین ابزاری هست که اشاره کردم مثل آفتابه و از آفتابه گرفته تا بسیار دیگه از مایحتاج مورد نیاز مردم از چین وارد میشه. سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو به کجا میبره؟ پرسشی است که در برنامه‌های آینده با اقتصاددان‌ها در میان خواهیم گذاشت. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم انداخت به سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به ایران و همچنین زمینه اختلافات میان جناح‌های حکومت ایران بر سر برنامه اتمی حکومت جمهوری اسلامی. تا لحظاتی دیگر. آقای حیدری عزیز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران رفت. تفسیر شما رو میشنویم. این سفر چه هدفهایی رو دنبال میکنه، چه انگیزه‌هایی داشته و چند روزه مرتبط است به اوضاع جاری در منطقه؟ خب آقای اردوغان همونجوری که در صحبت‌های اخیر خودش عنوان کرد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال کشورهای منطقه ناخرسنده و این موضوع رو به صراحت مطرح کرده و شاید در همین سفری هم که به ایران داره و با آقای خامنه‌ای هم قراره در واقع ملاقات کنه این نکات رو به ایشون هم منتقل کنه، زیرا جمهوری اسلامی به واسطه حمایت از گروه‌های شیعه در منطقه و به خصوص حمایت‌های بی‌دریغی که از بشار اسد کرده عملا خلاف جهت سیاست‌های ترکیه حرکت کرده و کشور ترکیه هم در طول سالیان گذشته خدمات زیادی رو به جمهوری اسلامی به خصوص در قضیه دور زدن تحریم‌ها و اون شرکت‌هایی که جمهوری اسلامی به نوعی در ترکیه تأسیس کرده انجام داده و از این قبل هر دو طرف استفاده های کلانی بردن. اما الان که یک جبهه متحدی بر علیه جمهوری اسلامی داره شکل میگیره و کشورهای عربی منطقه و به خصوص مصر و پاکستان حاضر شدن با عربستان همکاری کنند در جهت تأسیس یک ارتش متحد عربی، ترکیه به نوعی چون میخواد عنوان کنه که سردمداره این نوع سیاست‌های جدید در واقع در منطقه خواهد بود. به خاطر همین وارد این مسائل شده و فکر می‌کنم آقای اردوغان به نوعی ناخرسندی خودش و اون حزبش رو به آقای خامنه‌ای منتقل خواهد کرد، کما اینکه البته ترس از اینکه جمهوری اسلامی از این پروژه اتمیش هم بتونست در واقع برای خودش در زمینه‌های مختلف پیشرفت‌هایی داشته باشه، ترکیه رو هم به اون سمت داره میبره که به دنبال تأسیس نیروگاه‌های اتمی باشه، همانگونه که بقیه کشورها مثل عربستان و در واقع به دنبال ساخت این نیروگاه هستن، اردن همچنین. اینه که این مسابقه تسلیحاتی رو هم میتونه دامن بزنه این موضوع اتمی جمهوری اسلامی، که شاید آقای اردوغان به نوعی اگر آقای خامنه‌ای بتونن واقع‌بین باشن نسبت به این مسائل، برای اینکه از شر این مسائل کشور ایران رو معصوم بدارن و عملا ترکش این اتفاقات به ملت ایران و یکپارچگی ایران هم آسیب نزنه، بتونن یک مقدار کنترل کنن این ماجراجویی هایی رو که دارن به نوعی در عراق و سوریه و حتی یمن ادامه میدن و آقای اردوغان به نوعی و تیمشون ناخرسندن از این قضیه. و در چشمانداز دیده میشه، قابل لمس هست، قابل دیدن هست نشونه هایی که منطقه به طرف جنگی گسترده بین شیعه و سنی داره میره یا تمایلاتی در این زمینه هست. چون این نیست آقای حیدری؟ اتفاقاتی که داره میفته عملا، به خصوص در چند روز گذشته اخبار رو که دوستان ما داشتن میدیدن، به خصوص کشته شدن چند سرباز نیروی انتظامی در خوزستان، همچنین کشته شدن چند مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان، گواه این قضیه است که با در واقع بالا رفتن این شعله‌های جنگ در منطقه خلیج فارس و حمایت‌هایی که عربستان داره از گروه‌های سنی انجام میده، میتونه دامنه این خشونت‌ها و این گونه برخوردها رو به داخل مرزهای ایران هم انتقال بده و عملا باعث بشه که مردم ایران هم درگیر این خشونت‌ها بشن و از این گونه برخوردهای جمهوری اسلامی اونها هم آسیب خواهند دید. بله، البته میگی که ضرب المثل معروفی هستش که کسی که در خونه شیشه‌ای زندگی میکنه به طرف مردم سنگ نمیندازه، به خونه مردم. حالا اینکه چه کسانی پشت این قتل‌ها بودن در سیستان و بلوچستان و در خوزستان هنوز کاملا روشن نیست، اما اون چه که روشن هست اهل سنت در ایران زیر فشار روزافزون بوده و هستند، کما اینکه اهل سنت در ایران دارای مسجدی، عبادتگاهی در پایتخت کشور خودشون تهران نیستند و بسیاری از روحانیون اهل سنت هم به زندان رفتن و برخی از اونها همچنان در زندان هستن و گروهی از روحانیون اهل سنت به قتل رسیدن در سیستان و بلوچستان و بقیه نقاط کشور. اینها بخشی است فهرستوار از اجافات و ظلمی که بر ایران رفت. اما دو جناح مختلف حکومت، دو جناح اصلی، جناحی که به هر حال حامی دولت پیشین بیشتر بوده، دولت آقای احمدی نژاد، و جناحی که حامی دولت کنونی هست، از جمله آقای رسایی مثلا گفته بابا این چه وضعیه، دولت فقط داره به خودش تبریک میگه. آقای ظریف به آقای روحانی میبخشید و آقای روحانی به آقای ظریف و بقیه، آقای کریمی در مجلس که پریدن به آقای ظریف کار نزدیک بوده به کتک کاری کشیده بشه در مجلس و همه این اتفاقات. خیلی ها بر این نظر هستن بر اساس مستندات و اطلاعاتی که منتشر میکنن که سود و زیان این دو جناح مسائل اقتصادیه. از این وضع فعلی خیلی ها استفاده میکنن، خیلی هم از اینکه درهای ایران به روی غرب گشوده بشه استفاده میکنن و این مسائل اقتصادی است که به جون هم انداخته این دو جناح رو. درباره برنامه اتمی تفسیر شما رو به طور کوتاه میشنویم جناب ایجادی عزیز. بله، اجازه بدید فقط یک نکته رو من هم اضافه میکنم در ارتباط با سال قبلی و ورود رئیس جمهور ترکیه به ایران. همونطور که ما میدونیم به هر حال ترکیه هم برای خودش نقشی منطقه‌ای قائل هستش در برابر عربستان و در برابر ایران و از اونجایی که نزدیکی‌هایی هم به اروپا داره، با توجه به حمایت‌های آمریکا و اروپا خواستار ایفای یک نقش فعال بوده و هست و پیوسته نگاه‌ها و سیاست‌هاش هم با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسائل خاورمیانه، مسئله سوریه، مسئله یمن، مسئله کردها اختلاف نظر شدیدی وجود داشته و داره و به تبع برای رژیم به اصطلاح ایران به اصطلاح به نحوی ایجاد پل‌های نزدیکی با ترکیه در دوره‌ای که از جناح عرب‌ها و عربستان سعودی و غرب یک به اصطلاح فشار سنگینی میاد، این مسئله براش حساسیت هستش، حساسیت وجود داره تا یه حدودی این مناسبات بین دو کشور حاد نشه. از سوی دیگه هم باید توجه داشته باشیم که به هر حال ترکیه احتیاج به اصطلاح انرژی و گاز ایران داره و از این طریق بخشی از نیازهای خودش رو جبران میکنه و همچنین ایران هم به سرمایه‌گذاری‌های ترک در ایران احتیاج داره، از جمله اخیراً گفته در زمینه مسائل پتروشیمی، مسئله بندرسازی و هم این ریل سازی و غیر ذالک احتیاج به این هستش که سرمایه های ترک بتونن به شکل فعالتر در ایران عمل بکنن. بنابراین این مسئله یک مسئله خیلی مهمی هستش و خود این باستابش هم در درون جناح‌های حکومتی به این ترتیب هستش که واقعا دولت کنونی خواستار تخفیف تضادها در ارتباط با کل منطقه، دولت آقای روحانی رو دارم میگم، در کل منطقه هستش و به نوعی اعتدال بخشیدن به خاطر اینکه خطرات هرچی که بالاتر بره ادامه جمهوری اسلامی رو به زیر سوال میبره و برابری رابطه‌اش هم با ترکیه در ضمن در این راستا قرار میگیره، هرچند که برخی از نمایندگان مجلس اصولگرایان شدیداً حمله کرده بودند به اصطلاح رئیس جمهور ترکیه اخیراً به دنبال ابراز نظری که در ارتباط با یمن کرده بود، ولی خود سخنگویان دولت و روحانی حرفی در این زمینه به هیچ وجه نزدند و با آرامش به استقبال رئیس جمهور ترکیه رفتن. آقای حیدری نظر شما رو میشنویم درباره اختلاف جناح‌های حکومت بر سر تفاهم اتمی، ریشش کجاست؟ اقتصادی، سیاسی است، ایدئولوژیک، کدوم هست؟ کوتاه بفرمایید ممنون میشم، حدود 2 دقیقه وقت. من و دوستانم فکر میکنیم بیشتر ریشه مسائل اقتصادیه، چون برخی از این عناصری که در داخل هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هستند در طول این چندین سال که در چی استاد؟ حالا چی شد؟ نه من دیدم آقای فلنگی صحبت کرد در فضا. آها. من و دوستانم فکر میکنیم که بر اساس آن چیزی که در واقع باعث اختلاف بین مقامات جمهوری اسلامی هست به خاطر نقشیه که اونها در این دور زدن تحریم ها و مسائل اقتصادی و سودهای هنگفتی که برخی از این افراد داشتن، به خصوص در نهادهای امنیتی و سپاه، که اینها با ایجاد شرکت های مختلف به خصوص در کشور ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی تونستن از دور زدن تحریم ها به پول های هنگفتی دست پیدا کنن و لذا هر چقدر که این توافق به اون سمت و سوی بره که بخواد این قضایا رو محدود کنه و عملا به سمتی بره که قائله اتمی رو ختم کنه، برای این افرادی که تا به امروز از این قضایا سود می‌بردن باعث شده که در این گردونه وارد نکاتی بشن که به نوعی از این تفاهم یا این مواردی که داره به سمت حل مسئله اتمی میره دلنگران هستن و میترسن که اون سودها رو دیگه از دست بدن. به خاطر همین یکی از محورهای اصلی این نکته است. سپاسگزار هستیم آقای محمد رضا حیدری عزیز، سپاس از شما. و سپاسگزار هستیم آقای جلال ایجادی گرامی در پاریس. متشکرم. به پایان این برنامه تفسیر خبر رسیدیم. آرزوی روزگاری خوش برای شما عزیزان رو داریم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری کوهساران دنادراک و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان همواره شاد.